ایراد از ماست، مایی که فکر میکنیم از خیلی چیزها سر در میآوریم و فکر میکنیم که خیلی کار از همان برمیآید. این که فکر میکنیم مرزی در دنیا یا مرزی در فیزیک نبودی که از آن نگذشته ایم، اما همچنان در اسارت خود دست و پا میزنیم، اسارت خود و اسارت ذهنمان. ما همچنان اسیر ساده ترین پیشفرض دنیای نیوتن هستیم، به سادگی زمان. ابداً هیچ کدام من درکی از این مفهوم نداریم و فقط در حد لمس آنچه که در دسترس من است میگوییم زمان جلو می رود و می گذرد. مثل این است که بگوییم زمین تخت است، چون اگر گرد بود از آن جدا می شدیم و سقوط می کردیم. یا اینکه در استرالیا یا آرژانتین یا دهات دور و غریبی در دل آفریقا همه چیز برعکس است. این حرفا شاید عجیب به نظر برسد، اما اگر بفهمیم که زمان چیست یا چگونه کار می کند، برای من ساده و ابتدایی می شود. ما اگر خیلی کارمان درست بود، خیلی درک بالایی از وضعیت موجود داشتیم و اگر ذره ای توانایی در درک ماهیت زمان داشتیم، تا کنون ماشین زمان را ساخته بودیم و یا حداقل کانسپتی از آن ارائه می دادیم. آن وقت می توانستیم مثل داگ کارلین در زمان سفر کنیم و کسی که فکر می کنیم قبلا دیده ایمش، به او آشنا پنداری داریم را از نزدیک ملاقات کنیم و سعی کنیم که سرنوشتش را تغییر دهیم، یا حتی اگر نشد حداقل سرنوشت خودمان را. خب، برفرض که درک ناقصمان از زمان را بپذیریم و فرض کنیم مسیر خطی زمان تنها چیزی است که در دست داریم، آن وقت تهش چه می شود؟ هیچ. یک روز صبح یا اواسط شب یا در یک عصر دلپذیر بهاری از خواب بیدار می شویم. این تمام آن چیزی است که می خواهم و بعدش را نمی دانم. نمی دانم دنیایی که در آن بیدار می شوم همینی است که اینجا بوده یا نه دنیای جدیدی است که از آن بی اطلاعم. ما دقیقاً از هر چیزی که زمان در آن دخیل باشد بی اطلاعیم، چه لحظه تولد باشد یا لحظه مرگ. ما چون نمیدانیم و چون تا به حال کسی نبوده که برای ما حرفی یا سندی رو کند و بگوید آن سوی دیوار تن دنیایی دیگر است، دست به دامن افسانه، دست به دامن داستان شده ایم. داستانی که تقریبا همه ما آن را باور داریم و حتی اگر شده برای آرامش روح آزرده ایمان. اینکه دنیایی آنور مرزهای زمان است که بهتر از دنیای خودمان است، اینکه همه به مساوات رنج میبرند و به مساوات میمیرند. عذر میخواهم، اما چنین دنیایی برای من یک قصه بچگانه است از رویایی که دوست داریم از آینده متصور شویم. هرچه باشد پایان مسیر نیست، یا دست کم دل ما نمی خواهد آخرش باشد و دوست داریم همچنان راهی باشد برای رفتن، برای بودن در آن جایی که نبودیم، رفتن مسیری که نرفتیم، زدن حرفایی که نزدیم و یا جبران اشتباهاتی که مرتکب شدیم. در این صورت می توانیم بگوییم مرگ بزرگترین نقطه عطف زندگی همه ماست که قرار است تمام شیبهایی که رفتیم را تغییر دهد. داشتم می گفتم ممکن است یک روز صبح یا اواسط شب یا دست کم یک عصر بهاری وقتی بیدار شدم دقیقاً یک قدم قبل از آن چیزی باشم که قبل از بیداری بودم، آن دوراهی گور و گمی که به اشتباه راهی را انتخاب کردم و به بیداری رسیدم. حالا باید مسیر را عوض کنم، مسیر جدید را انتخاب کنم تا دوراهی بعدی که بیدار می شوم. آنقدر مسیر را تغییر دهم و آنقدر ادامه دهم تا دوباره یک روز صبح، شب یا عصر یکا از خواب بیدار بشوم.
مثل بیلکج در لبه فردا که می رفت می مرد بیدار می شد. دو قدم جلوتر می رفت می مرد بیدار می شد. دو قدم بیشتر از قبل می رفت و همینجوری. ما مستحق این روند هستیم از باب حقانیت و این که می خواهیم بدانیم راه درست کدام است. از این باب که بفهمیم تصمیمات ساده ما می تواند فاجعه آمیز باشد. از باب درک درست و دقیق اثر پروانه ای ما مستحق یک حلقه زمانی هستیم. شاید آخر این مسیر برسیم به آنجا که یک روز صبح وسط شب یا یک عصر دلکش بهاری از یک در رفتم تو، از آن ور زدم بیرون، دیدم همه چی، هر چیزی در آن دنیای جدید برعکس است. حتی جهت حرکتم و قدم برداشتنم، حتی استکاک زیر کفشایم. بعد برگردم به نقاط تاریک زندگیم و سعی کنم رنگ تازه ای بزنم به این همه گندی که زدم، مانند یک انگاشته از آینده به گذشته خودم، یک حرکت در جهت مخالف زمان، دقیقاً همان چیزی که ما از درکش عاجزیم. از درکش عاجزیم که بفهمیم هر اتفاقی که افتاده شاید فقط بشود کنترلش کرد و یا جهت بهش داد، راست و ریسش کرد و همین، وگرنه اصل اتفاق همان است که هست. یا شاید شما هم مثل من راهی جز ادامه دادن در پیش روی خودمان نمی بینیم. هرچقدر که درد بکشیم و هرچقدر که فرسوده بشویم، جرأت این که در اراده خدایمان خللی وارد کنیم نمی بینیم و هرچه که می گذرد این غم، این فسردگی بیشتر در ما ریشه می کند، بیشتر. اما هر شب با امید دنیایی بهتر به خواب می رویم و گاهی فقط برای فرار از آنچه که در روز می بینیم سر به بالی می گذاریم. خواب برای من و امثال من امری مقدس است. هر آنچه که میشورد و میبرد غمها و کثیفیها را برای ما مقدس است، مثل بارانی که وعده تراویس بیکل بود. خواب هم یک همچین چیزی است. اینکه من هنوز نمیدانم آن بخشی از وجود که در این جهان بیدار است بخش واقعی ماجراست و یا آن بخشی که مثلا در خوابیم. شاید ما در آن واحد در دو دنیای متفاوت حضور داریم و نقش خود را ایفا میکنیم. اینکه ما در خوشی رغبتی به خواب نداریم و در ناخوشی فقط می‌خواهیم زودتر فرار کنیم و لااقل بخوابیم، دقیقاً شبیه آن وقتی است که دوست نداریم رویای خوشمان زود تمام شود و دوست نداریم کابوسمان ادامه یابد. این شباهت قابل انکار نیست. حتی اگر در دنیای دیگر یک کوالا یا پاندا باشیم، باز هم شباهت غیر قابل انکار است. شاید این بار آخر راه که رسیدیم همگی با هم از خواب بیدار بشویم و ببینیم هر آنچه که دیده ایم یک خواب بوده، یک خواب دست جمعی، مثل مسافرین یک اتوبوس شبرو که از یک مبدأی به یک مقصد دوری رسیده ایم، به جزیره آرامشمان.
مثل تلقین، مثل آن فرفره که میچرخد 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 و وقتی که از حرکت میایستد خواب ما نیز میپرد. شاید واقعا این یک خواب است، یک کابوس یا رویای دست جمعی. You are very relaxed. You hear only my voice. Your eyelids are getting heavy. Your arms and legs are getting heavy. I'm going to count to three. When I say three, you will be asleep. One. Remember the day you came here. به یاد آر. اگر فرض نیچه گریست درست باشد، اگر زمان نامحدود باشد و ماده وجود ما محدود باشد، ممکن است بارها رسیده باشیم به اینجا، به همین لحظه. به همین لحظه رسیده باشیم، اما با داستانهای متفاوت، با گذشته متفاوت. ما ممکن است بارها زندگی کرده باشیم و این موضوع میتواند خستگی و سربودن ما را در برابر زندگی من معنی ببخشد. این یک بحث عصب شناسی است که عصبهای ما، سنسورهای مغزی ما در برابر پالسای تکرار شونده و یکسان به مرور دچار کاهش واکنش می شوند. به جایی می رسد که دیگر دردهای تکراری احساس نمی شوند. Remember. به یادار. بخش بزرگی از انسانیت ما فناپذیر بودن ماست. این که می توانیم بمیریم خودش موهبتی است. این که می توانیم از نو شروع کنیم، از نو بسازیم و مسیرهای نوعی را ایجاد کنیم، بخشی از زیبایی مرگ است. ابداً در این دنیایی که در آن زندگی می کنیم، شروع نو به معنای واقعی امکان پذیر نیست. ما هر قدمی که برمی‌داریم به هر جهتی جزئی از سابقه ماست. حتی اگر کسی به یاد نیاورد، خودمان به یاد داریم که کی هستیم و چه کرده ایم. اما وقتی یک صبحی، یک وسط شبی یا یک عصر دلانگیزی در قالب یک نوزاد بیدار می شویم، هیچ سابقه ای در خود نداریم. این زیباست. یادار. این بزرگترین ضعف من است، حافظه خراب. من نمیتوانم به یاد بیاورم که قبل از این مسیر کجا بودم و چه کردم. هر روز هم اطلاعات گمراه کننده و بی ثمر روی حافظه‌ام آوار میشود. دنیای جدید مجالی برای اندیشیدن به این که چه بوده ایم را از ما گرفته. این یک اخطار جدی است. ما تنها فرصت داریم که دنیای امروزمان را به یاد بسپاریم که بدانیم بعد از عبور از مرز به کدام جهت برویم و به کدام جهت نرویم. Everything that you say is contradictory. You can't have been in one place and another at the same time. You mean to say we have to make choices? Of all those lives, which one is the right one? Each of these lives is the right one. Every path is the right path. Everything could have been anything else, and it would have just as much meaning. Tennessee Williams. You're too young for that. You can't be dead and still be here. You can't not exist. Remember. به یاد آر. این شاید دنیای خیالی و ساخته ذهن یک بچه 5 ساله باشد. شاید ما در دنیای خیالی خود یا خیالی دیگران هستیم، آنجا که به صورت جرقه‌ای افکاری از پس ذهن ما گذشته در حالی که طفلی بیش نبوده ایم.
آنجا که در دوراهی ها جریان خون در رگ های مغزمان طغیان می کند و کف دستمان عرق می کند. بعد دقیقاً در لحظه مرگ جهت نمودار زمان عوض می شود و از انتهای مسیر به سمت مبدأ، به سمت دوراهی زمان کودکی من، به آنجا که تازه می خواهیم تصمیم بگیریم که به کدام جهت برویم. You don't exist. Neither do I. We only live in the imagination of a 9-year-old child. We are imagined by a 9-year-old child faced with an impossible choice. من هر احتمالی را برای برگشت در نظر گرفتم، برای بیداری دوباره، اما شاید هنوز راه دیگری وجود داشته باشد، اینکه شاید آخرش بیداری وجود نداشته باشد، اینکه آخرین چیزها به معنی واقعی آخرین چیز باشد. کسی چه میداند؟ کسی چه میداند که آن وقت ما دقیقاً حسرت چه چیزهایی را با خود به گور میبریم؟ این ترسناکترین فرضیه موجود است و دقیقاً برخلاف جهت نفس بقاجوی ما. شاید اصلاً چیزی به نام بیداری را علم کردند که اندکی از سبهوش انسان کم کند. چون کسی دقیقاً نمی‌داند که اگر همه به این باور برسند که این ایستگاه آخر خط باشد، اگر ایستگاه بعد وجود نداشته باشد چه فجایعی رخ می‌دهد. مخصوصاً اگر بدانیم که وقتی همه از قطار پیاده می‌شویم، دیگر هیچ وقت با دیگری رو در رو نمی‌شویم. این تاریک‌ترین وضع ممکن است. شاید هم برعکس، یک توافق نانوشته تاریخی را رقم زدیم و همه را در خوشبختی در حق زیستن سهیم کردیم. کسی چه می‌داند؟ من احساس می کنم تمام شخصیت های بد داستان، تمام بتمن های سینما، از جوکر تا جانی دلینجر تا کابوی خسته و چرک غرب وحشی، حسرتی به دل ندارند، چون زندگی را، تک تک ثانیه هایش را برای رسیدن به آنچه که می خواستند صرف کردند و وقتی می رسند به آخر راه چیزی نیست که بخواهند. برای همین همیشه انگاری در بیداری مطلق می میرند، با چشمان باز، مثل یک دوربین که شاتر را باز نگه داشته تا تمام جزئیات لحظه آخر را ثبت کند به یادگار، مثل تمام آن سلفی های مسخره ای که ما شاید هر روز می گیریم.
برای این است که به نظرم هیچ حسرتی به دل ندارند، چون انگار مرگشان موفقیتشان در استفاده بهینه از زندگی است، از فرصتی که شاید فقط یک بار نصیبمان شده. بعد ما به هوای احتمال وجود زندگی دوباره همین که داریم را از کف می دهیم، با اینکه دیده ایم، می دانیم و باور داریم که هیچ چیز با خود نمی بریم، دقیقاً مثل نوزادی که هیچ چیز با خود نیاورده. این زندگی حق است، باید برایش تلاش کرد و جنگید، وگرنه مرگ که بای دیفالت و ثابت است و به همه می رسد و تلاش برای رسیدن به آن بتالت است و برخلاف نفس بقاجوی ما. من تا الان 10 صفحه سیاه نکردم که بگویم گور بابای زندگی مرگ را عشق است. اتفاقا برعکس، آدم وقتی بداند مرگ همیشه هست و به وقتش سر میرسد، مثل رفیقت که در لحظه ای که باید سر میرسد و دستت را میگیرد، وقتی بداند مرگ هم مثل تمام اتفاقاتی که در زندگی گذرانده، مثل تولدهای سال به سالی که جشنش را گرفته، یک پله، یک مرحله از زندگی است، آن وقت متوجه می شود که مرگ چیز غم‌انگیزی نیست. آن هم یک مرحله است که باید طی بشود تا به زیبایی فناپذیری انسان افزوده شود. آن وقت می توان بهتر به زندگی برگشت، به زندگی بعد از فقدان و حتی فراتر از زندگی که در آن جز مرگ چیزی طلب نمی کنیم. برای مرگ، رفیق شفیق روزهای سخت، این زندگی حق است.